سلام دوستان وقتتون به خیر باشه یک خبر در روزهای گذشته در رسانه منتشر شده بود که احتمالا در جریانش هستین این خبر اشاره داشت به انحلال کابینه رژیم سهینسی خبری که بعد از اون نفتالی بنت رسما خدافزی های خودش رو با قدرت انجام داد و وسیعت های خودش رو هم کرد و قدرت رو تحویل داد خبری هم در روز گذشته در رسانه منتشر شده این خبر اشاره کرده به انحلال پارلمان رژیم سهینسی آقا چجوری شد هم کابینه منحل شده هم پارلمان منحل شده رسما رو هوای دیگه چیزی که داریم از صحبت میکنیم یک نابسامانی مطلق در حوزه سیاسی هست یا نه فکر کنم هست دوستان قبل از اینکه جزئیات این ماجرا رو خدمت شما توضیح بدم دو تا نکته میخوام بگم نکته اول اینکه که با یک ایرانی طرفیم ایرانی قابل احترام دارای وزن و دارای اصالت که خیلی ها در طول این سال ها به این جمعندی رسیدن که میشه بهش اعتماد کرد من میتونم پشت دستش بازی کنم خودش با چالش های روبره کلافگی های رو داره یک فشار سنگین رو داره تحمل میکنه چهل سال در یک پیچ حساس تاریخی قرار گرفته در یک شرایط حساس کنونی چهل سال از این شرایط در میاد یک تقابلی رو با دشمنان خودش داره ولی ظاهرا میشه به اعتماد کرد در مقابل این ایرانه یه سری دشمن هم هستن این دشمن ها بارها و بارها از زوایای مختلف به ایران زدن حمله کردن تقابل داشتن در مقابل ایران ایستادن دشمنی‌های های رو به خرج دادن جنگ اقتصادی رو انداختن 40 سال گزینه جنگ رسانه‌ای رو روی میز گذاشتن هر کدومش رو به حاشیه رفتن همشون هم برای این بودن که شش ماه بعد کار جمهوری اسلامی تمومه آخرینشون هم نفتالی بنت بود نفتالی بنتی که اعلام کرده بود که به زودی با سر هشت برخورد خواهیم کرد آقا یه خورده صبر کن عزیز ببینید شما تا ته تیر ماه رو اگر دیدی بعد درباره سر 8ام صحبت می‌کنیم در روی ته 8ام صحبت می‌کنیم ببین داستان چه شکلیه دو سه تا نکته درباره نفتالیمنت در, نفت در رسانه منتر... مطرح شده بود نکته اول این بود که این فرد بعد از این حرفایی که مطرح کرده و بعد از پایان فعالیت خودش به طور رسمی اعلام کرد که از دنیای سیاست می‌خواد فاصله بگیره خب این درون خودش افتضاحه ببین ما داریم درباره کسانی صحبت می‌کنیم که اینها اومدن یک دولت اشتراکی یک دولت ائتلافی به وجود آوردن از لحظه‌ای که این دولت به وجود اومد رفتن در آمریکا نشستن اعلام کردن که میخوان ایران رو با نمیدونم هزار چاقو زخمی بکنن فلان بکنن و حرفای از این دست از اون روزی که این حرف رو مطرح کردن تا امروز فلسطین اشغالی ناامن‌ترین نقطه دنیاست این شما هر روز که نگاه میکنی یک خبر ناآرامی در فلسطین اشغالی منتشر شده و این داخل خدمت شما بگم ببین یه جای در آمریکا صحبت می‌کنی خب آمریکا منطقه وسیعیه یه جایی در داری درباره ناآرامی در مثلا چین صحبت میکنی یا روسیه یا ایران یا فرانسه اینا مناطق وسیع هستن فلسطین اشغالی یک منطقه کوچکی است و منطقه متراکم و منطقه پرجمعیت تو در همچین منطقه وقتی نمیتونی امنیت رو تعمین بکنی یعنی یک فاجعه در حال رخ دادنه بیاین بررسی بکنیم ببینیم چی داره اتفاق میفته یک بحران سیاسی رو در فلسطین اشغالی در اوج اوج خودش داریم میبینیم توی چهار سال فکر میکنم پنج تا کابینه پنج بار با انحلال پارلمان روبرو شدن و یکی از کوتاهترین دوره های نخست از خودشون رو در همین یک سال اخیر تجربه کردن در شرایطی که هر بود اینها سر هشوار رو نابود بکنن و تو همین بازه زمانی که هم صادقون چند تا اتفاق داره میفته من میخوام دونه رو برای شما بررسی شوم یک وخامت اوضاع اوضاع اختص... سیاسی در فلسطین اشغالی که شما می‌بینید این روسا, این وضعیتی در دنیا است من شنیدم که رئیس دولت رژیم سیاسی اعلام کرده بود که باید یه فکر اساسی بکنیم اینکه انقدر سریع سری داریم دولت عوض کنیم و پارلمان منحل میکنیم نگران کننده است ببین این چیزی که رتون از نگرانی عبور کرده یک جایی ایران اومده اعلام کرد که اینا 25 سال آینده رو نخواهند دید وقتی شما امروزشون رو بررسی می‌کنید حرف حرف بی جایی نیست هر حرف بی نیست هر کسی اومده به نوعی به پای این ایرانه در این سالها پیچیده همین اتفاق داره میفته برای فلسطین اشغالی هم برای اون کسانی که رژیم سیونسی رو به وجود آوردن هم داره میوفته یعنی از روزی که کلکلش با ایران شروع شده از روزی که کش تنبانش به آینه بغل این ایران گره خورده داره به سمت یک پرتگاهی هدایت میشه دوستان این چیزی که دارم میگم توهم نیستا شما وقتی عربستان سعودی رو هم نگاه میکنی عربستان دعواش با آمریکا سر همینه اونا به این جنبندی هستن که آمریکا بی‌اعتماد باید کنار ایران میستادن گزارش ها رو وقتی برای شما میخونم اونا میگن عربستان به اعتماد ما باید کنار ایرانی میستنی این سرنوشتی است که همه کسانی که با کلمه ایران در این سالها دشمنی داشته دچار شدن رازش چیه نمیدونم چرا این اتفاق برش میفته واقعا اطلاع ندارم ولی این حقیقتی است که پیش روی اینها قرار گرفته یکی از اتفاقاتی که این روزها فلسطین اشکالی باش روبرو شده وخامت اوضاع سیاسی که دارید میبینید دومیش وخامت اوضاع اقتصادی من خیلی نمیخوام دربارش توضیح بدم آمارها و ارقام هایی که داره ارائه میشه رو دارم آماده میکنم دوست دارم یه گزارش اختصاصی بررسی بکنیم همین الان که اوضاع ایران ملتهبه و رسانه هایی از اوضاع بحرانی ایران میگویند میخوایم ببینیم در کشورهایی که با ما دشمن هستن یا در نقاطی که با ما دشمن هستن اوضاع چه شکلیه میخوام یه گزارش اختصاصی برای شما آماده بکنم وخامت اوضاع امنیتی مفصل برای شما توضیح دارم ناآرامی هایی که این روسا در فلسطین اشغالی رو, رو هستن و وخامت اوضاع جمعیتی در حوزه جمعیت اینها با عرب رو هستن که به اینا گفتن عرب اسرائیلی اینا مبتن مسلمان مسلمانن یک بخششون فلسطینی هن هویت فلسطینی رو از اینا گرفتن به اینا گفتن عرب اسرائیلی اینا دارن بیدار میشن اینا دارن بیدار میشن کارهایی هم دارن انجام میدن که سهیونسا فهمیدن ببین همه ی آن چیزی که دارم خدمت شما ارز می کنم مختصات یک رژیم فروپاشیده است یک رژیمی که کارش تموم شده به لبه پرتگاه رسیده و خیلی راحت هم اگر رسانه ها پای کار بیان میتونه اونجا رو از دست بده چرا چون اونجا اصلا از اول مال خودش نبوده که مردمشون وقتی فهم کام یعنی اصلا اینجا از اول برای ما نبود و ما در جای حضور پیدا کردیم که از اول اصالتی در درون خودش بیشتر از 70 سال نمیتونیم برای خودمون تعریف کنیم میخواد ماجرا رو در بکنم دوستان عزیز اگر این فضای رسانی که این سالها علیه ایران بوده حقیقتش رو علیه فلسطین اشغالی الان راه بندازن چیزی به نام آرامش برای سهیونسا میمونه اینها میتونن ادامه بدن به مسیری که در پیش گرفتن قطعا نمیتونن ببین سادش برای شما بکنم یک کشوری به نام فلسطین اشغال شده در داخل این کشور اومدن یک سرزمین رو تشکیل دادن به نام اسرائیل بعد این روزها به نقطه ای از ناآرامی رسیده و در جایی قرار گرفته که اگر رسانه های پای کار بودن هزار بار نظام شوز می, شو عوز می رسانه رو داره مدیریت میکنه تا افکار عمومی مردم درگیری مسئله نشه شما یه بار وضعیت ایران رو با وضعیت ساینسا مقایسه بکنید ایران در مقایسه با کشورهایی مثل آمریکا در مقایسه با بسیاری از کشورهایی که در غرب هستن و بعضا با چالش های عجیب و غریب اجتماعی روبرو میشن که ساعت ها میشه در صحبت کرد کشور آرومی به نظر میرسه در حوزه رسانه چیکار کردن در حوزه رسانه کاری کردن که از وریای قفوری که قراردادش تمدید بشود یا نشه از ذهن شما درگیر میمونه که آقا این چی شد این ورزشکار و مملکت قراردادش تمدید میشه یا نه تا اثر نظر که فلان سلبریتی انجام میده تا یک رفتاری که ممکن است سیاستمداری سر بزنه دقت کنید تمامی فضا اومده پای کار این ایران آرام در ذهن شما ناآرام شکل بگیره حالا فلسطین اشغالی رو بررسی کنید همه ابزارها اومده به کار برای اینکه این فلسطین اشغالی در ذهن افرادی که اونجا زندگی میکنن آرام شکل بگیره ببین ساده ترش اگر بخوام بکنم یک حقیقتی رو باید بپذیریم ما همزمانی که داریم از مرزهای حقیقی صحبت میکنیم مرزهای مجازی هم داریم انسان ها یک زندگی دومی دارن این زندگی در همین شبکه اجتماعیه همین جایی که شما صحبت من رو میشنوید بعضیاتون تایید میکنید بعضیاتون هم می آقا چرت و پرت این چیزا که داریم. این زندگی دو تو زندگی اول شما میتونی آرامش داشته باشی ولی زندگی دوم شما اگر اشغال شده باشه میتونه فضایی رو به شما تحمیل بکنه که شما به خودت بیای احساس بکنی که یک ناامنی به تمام معنا رو داری تجربه میکنی من این گزارش رو ادامه نمیدم اون کسانی که امروز در مقابل ما ایستادن در لبه پرتگاه قرار گرفتن هیچ راه برگشتی هم وجود نداره این جنس از اختلافاتی که میبینی و این جنس از بحران سیاسی که شاهدش هستیم هیچ راه برگشتی نداره به تاریخشون هم اگر مراجعه بکنیم حقایق تاریخشون رو هم اگر بررسی بکنیم میبینیم که سهیونیسا گروهی هستن که حاکمیتی بالاتر از 80 سال را تجربه نکردن من نکته دیگه ندارم اگر احساس کردی نکته ای هست برای ما بفرستین این روسا یکی از ویژگی های جالبی که داره این هست تک تک دشمنانی که از ایران میگفتن در تقابل با ایران بودن و وعده میدادن که کار ایران رو یک سره خواهند کرد رو داریم دونه میکنیم و به هر کدومشون که میرسیم میبینیم در پایان خودشون قرار گرفتن چند تا پیام اگر موافق باشید برای شما دوستان عزیز میخونم یکی از دوستان در پیام خودشون گفتن که نوشته همه ملت ایران باید بدونن که صرف نظر از بد بودن یا خوب بودن جمهوری اسلامی مخالفان جمهوری اسلامی هدفشون نابودی ایرانه و برای رسیدن به این هدف حتی خوبی ها را بدی و بدی ها رو خوبی غالب میکنن فکر میکنم جمله بسیار دقیقیه ببین یک بخشی از چیزایی که ما داریم نقطه قوت های ما هست که به عنوان نقطه ضعف تونستن به جامعه اینو غالب بکنن اینکه شما یارانی رو در فلسطین و لبنان و دیگر نقاط داشته باشی یارانی رو در فرامرزهای خودت داشته باشی این نقطه قوت یک کشوره برای ایران این رو به عنوان نقطه ضعف اومده به مردم معرفی کردن اینو بش... اینو بزنیم کنار گوشه زنتون داشته باشید یه نمونه دیگه اگر بخوام برای شما مثال بزنم در همین خصوص که دوست عزیزمون هم بهش اشاره کرد ببین شما جماعتی رو می‌بینی که اینا میگن ما دنبال براندازی هستیم من قبلا هم خدمتتون عرض کردم براندازی اگر بخوای انجام بدی میخوای به کشور مدیریت کنی دیگه اون کسی که الان داره جای مراکز موشکی ایران رو لو میده اون کسی که الان داره تلاش میکنه مراکز موشکی ایران رو به چالش بکشه اون کسی که داره جو میده برای اینکه موشکای ایران خلل سلاح بشه اون فردا میخواد در کشور حکومت کنه درسته اگر تهدیدی از شرق یا غرب تهدید کرد کشور تو با چی کنی تو زیرا به موشکاری که داری میزنی پس تو دلسوز وطن نمیتونی باشی تو حتی برانداز هم نمیتونی باشی چون برانداز بعدش که میخواد حاکمیت بکنه نیاز داره امنیت تعمین بکنه با موشک با تعمین بکنه با سلاح با بکنه تو وقتی زیرا به اینها رو داری میزنی یعنی تو موضوع کسی شدی که اون دشمن وطنه و داره نقش براندازی رو به تو میده که تو زیر این نقش بتونی برای اون ایفا نقش بکنی و منافعش رو پیش ببری بسیار ممنونم از پیامی که دوست عزیزم برای, برای ما ارسال کرد دوست دیگری در پیامشون گفتن که سلام های تلیه جنایت منافقین را در دهه شست فراموش نمی کنیم محمد غفاری دوست عزیزم در بومگذاری در نماز جمعی تهران به شهادت رسید خیلی هم جالبه دوستانی با ما پیام دادن این روزها که اینها زخم خورده گروه هک نفاق هستن بعضی هاشون عزیزانشون یا دوستانشون رو از دست دادن بعضی هاشون هم عزیزان یا دوستانی دارن که به چنگ این فرقه افتادن دوست دارم در با بعضی از این عزیزان صحبتی داشته باشیم امیدوارم که شرایط فراهم بشه بسیار ممنونم از پیامی که برای ما فرستاد این دوست دیگری گفته که اون زل سومی که بهش اشاره کردی یمنی ها هستن یا یک گروه دیگه نه یمنی ها نیستن اون گروه سومی که گفتم یمنی ها نیستن بیشتر نمیتونم توضیح بدم بسیار ممنونم گفته بودیم از اندیمه شما پیام دادیم با افتخار سلام میکنم خدمت رفقای مشتی خودم در خوزستان و امیدوارم که همیشه سربلند باشن یک دوست دیگری گفته که با عرض سلام و خدا خدمت شما های تحلیه و تیم زمانتی شیطان های تحلیه بنده حقیر اهل مشهد هستم ولی خیلی دوست داشتم به شما نزدیکم تا از دوستی نزدیک شما و راهنمای شما بهرمند شوم تا بتوانم من هم یک ایرانی خدمتی به وطن و فرمانده بزرگوارمون انجام بدم خیلی دوست دارم که کمک مالی داشته باشم هر چند ناچیز ولی نمیدونم چرا قسمت نمیشه و هزینه های زیادی ولی به هر حال عمیقا خیلی مخلصم ممنونم دوستان این شکلی که پیام های از این دست رو خیلی زیاد دارم فکر میکنم هر رفیقی که در هر نقطه ای از دنیا قلبش برای وطن داره میتپه او قطعا داره به وطنش خدمت میکنه آخه من یه جایی میبینم بعضی از دوستان میگن که دوست داریم یه کار موثر انجام بدیم اون کار چیه به من ساده بهت میگم اگر کسی در اطراف شما هست شما میتونی ذره ای از عشق به وطن رو به او هم هدیه بدی تو داری به وطن خدمت میکنی حتی اگر کسی در اطراف شما نیست یا حتی کسی نیست که حرف شما رو بشنوه ولی تو داری تلاش میکنی که با عشق وطن زندگی بکنی تو داری به وطنت خدمت میکنی ببین از این مسائل این شکلی داستان شروع میشه اینا رو ساده نگیریم فکر نکنیم که این چیزهایی که ما درگیرش هستیم خدمت به وطن نیست من وقتی دارم از جنگی صحبت میکنم که اسمش جنگ ادراک هاست میخواد درک ملت من رو با خودش همراه بکنه پس اگر یک نفری در این جامعه باشه که او خودش رو حفظ بکنه او عشق به وطن رو در وجود خودش حفظ کنه او داره به وطنش خدمت میکنه این نکته اول پس اهمیت کار خودتون رو درک بکنید اگر شما از شنیدن کلمه ایران خوشحال میشین یادتون باشه که شما دوست داره وطن و در مسیر وطن هستین نکته دوم اگر با اطرافیان اگر با کسانی که پیرامون اون هستن دیالوگی داریم درباره وطن صحبت میکنیم هم فکر هستن یا هم فکر نیستن خیلی فرقی نداره ولی اگر میخوایم کار موثرتر انجام بدیم به نظر من اون کار مهمتر این میتونه باشه که آقا از این بستر شبکه اجتماعی غافل این بستر این میدان خیلی حرف میتونه برای گفتن داشته باشه اون خیلی کارهای موثر رو پیرامونش میتونیم انجام بدیم من تو ذهنم هست که یه مقدار مفصلتر بریم روی این قضیه صحبت بکنیم یعنی بریم به سمتی که کمی بلند بلند حرف بزنیم پیرامون این که ببینیم هر کسی با صفحه که داره با اکانتی که داره در دفاع از وطن چه کاری میتونه انجام بده نکته دیگه ندارم خیلی ممنونم از پیام هایی که برای من میفرستید خیلی لطف میکنید با پیام های خودتون حس من رو حسابی خوب میکنید و به ما اعتماد به نفس میدید اگر نکته بود حتما برای ما بفرستید نظر فرهنگی فراموش نکنید تو کامنتاتون تو محتواتون کمک بکنید که یاریگر ما باشید مخلصیم وقتتون بخیر